سلام، امروز قراره که به یکی از موضوعاتی که موضوع درخواستی خیلی از شماها بود بپردازیم، برای که توی این ماهای اخیر خیلی مسافر هستن. توی اینستاگرام هم مثل بقیه ویدیوهایی که براتون میسازم دوباره یک کادر نظرسنجی گذاشته بودم و سوالاتون رو جمع آوری کردم و قراره که تمام سوالات رو امروز اینجا جواب بدم. موضوع ویدیوی امروزمون درباره کسایی که دارن مهاجرت میکنن، بار اولشونه که ممکنه سفر از خارج از کشور داشته باشن، حتی خلاصه تمام نکاتی که برای بستن چمدون، تمام قوانینی که توی کشورهای مختلف باید رعایت بکنین که به مشکل نخورین رو قرار توی این ویدیو بهتون بگم. سابسکرایب کنین، همراه ما باشین که نکات این ویدیو خیلی به کارتون میاد. نکته شماره یک، مهمترین نکته خرید چمدون مناسب هست. یه مشکلی که خیلی ها دارن انتخاب چمدون مناسبه. باید حواستون به جنس و وزن چمدون باشه. من خودم بار اول یه دونه از همین چمدونای خیلی خوشگل، شاید یکی از گرونترین مارکای چمدونم بود اتفاقا، خریدم. خیلی هم کیفیتش خوب بود، رنگ قرمز خوشگل و خیلی هم هیجان داشتم براش. بعد فقط همون یه دونه سفر ازش استفاده کردم، سفر تهران به استکهلم. به استکهلم که رسیدم چرخش شکست، با وجودی که از اون طرحی نبود که مثلا چرخش خیلی بیرون باشه، چرخ میگن حالت چرخهای پنهان داخل خود بدنه چمدون بود. بعد ایراد دیگه که داشت خیلی سنگین بود، حدود 4-5 کیلو فقط وزن چمدون بود. چمدونی که من بهتون توصیه میکنم بخرین، شاید عجیب به نظرتون بیاد، ولی چمدون مکی هست، ساکای مکی ما بهش میگیم، که زیپ داره، حتی میتونین بزرگترش بکنه، 3-4 طبقه میشه و بهترین چمدون برای مهاجرته. آشان خیلی بگم که چون جنسش برزنته، ما وسایلمون که داخلش میذاریم ممکنه آسیب ببینه، ولی بستن چمدون خیلی مهمه. شما باید جوری وسایلتون رو بچینین که در واقع لباساتون دور تا دور چمدون باشه و وسایل شکستنی یا وسایلی که فکر میکنین آسیب میبینه توی مرکز چمدون قرار بگیره. بعد اشتباه دیگه که خیلی ها میکنن، فکر کنن چمدون رو بزرگتر بگیرن، خب خیالشون راحت‌تر، وسایل بیشتر میتونن جا بدن. اما ما قراره توی این ویدیو بهتون بگیم که چجوری با حداقل وسایل سفر بکنیم، برای اینکه میدونیم که ما توی پروازها محدودیت بار داریم و بهتره که وسایلمون رو اولویت بندی بکنیم. پس یه مهاجر شاید مهمترین چالشش در ابتدای راه مهاجرت یاد گرفتن این مسئله باشه که اولویت بندی بکنه که چه وسایلی رو با خودش بیاره و چه وسایلی رو باید ازش دل بکنه یا بذاره توی سفرهای بعدی با خودش بیاره. چمدون بزرگی ایراد دیگه ای که داره، شما اگه وسایلتون رو که میچینین، علاوه بر این که واسه کارگری که قراره این چمدون رو حمل بکنه مشکله و خب اذیت میشه و ممکنه خیلی راحت پرتش کنه این و وسایلتون آسیب ببینه، مشکل دیگه که هست وسایلتون فشرده و کنار هم نیست. وقتی میرسین مقصد، اونقدر این وسایل داخل چمدون تکون خورده که اون وسایلی که مثلا شکستنی هست یا مایعات داخلش هست و اینا، میبینین که آسیب دیده. هرچی وسایلتون رو فشرده تر بذارین که داخل چمدون تکون نخوره بهتر. یه وسیله که خیلی میتونه شما رو کمک بکنه توی مهاجرت، کیسه های وکیوم هستش، خصوصا که شما قراره به نروژ مهاجرت بکنی. خب یه سری وسایل زمستونی و لباس های زمستونی باید با خودتون بیارین. لباس های زمستونی هم که خب می‌دونین حجم زیادی می‌گیرن، این کیسه های وکیوم بهتون کمک می‌کنه که لباس های زمستونی که خیلی حجیم هستن خیلی 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 فشرده بشن و توی چمدونتون جای زیادی نمی‌گیره. اما نکته‌ای که هست، باید دقت بکنین که این کیسه ها توی سایزهای مختلفیه. بعضی ها اشتباه میکنن، میرن سایز بزرگش رو میگیرن که وسایل بیشتری جا بشه، بعد میگن خب ما اینو وقتی که تمام هوا رو ازش خارج کردیم تاش میکنیم، چون خیلی همجور که داخل این ویدیو میبینین خیلی حالت مقوایی پیدا میکنه و خشکه. مردم فکر میکنن که خب خیلی راحت من اینو تا میکنم میذارم توی چمدون، اما پلاستیکش خیلی شکننده و آسیب پذیر میشه وقتی که شما باد هوای داخل
کیسه رو خالی میکنین، معمولا وقتی تا میکنن سوراخ میشه پلاستیکا. پس شما کیسه هایی بخرید که کوچیک‌تر از چمدونتون باشه. سوال خیلی از دوستان این بود که چه چیزایی با خودمون بیاریم یا نیاریم. من یه پست خیلی مفصل درباره این توی اینستاگرامم داشتم، چون نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه دیگه اینجا تکرار نمیکنم. اون پست رو حتما ببینید، توی قسمت توضیحات همین ویدیو لینک اون کپشن رو براتون گذاشتم که چه چیزهایی با خودتون بیارین یا نیارین. ولی به طور مختصر توی این ویدیو میتونم بگم که وسایلی مثل نمیدونم پتو و دیگ و قابلمه و ظرف و ظروف و اینا رو اصلا به هیچ وجه با خودتون نیارین، که میگم توی اون کپشن کامل حالا توضیح دادم چرا. درباره کتاب دوستان سوال کرده بودن که مثلا ما میخوایم درباره کتاب نظرتون چیه. خب کتاب یه وسیله‌ایه که سنگینه، حتی کوچیکم که باشه، بعدم خب توی کیسه وکیوم هم که بذارین حتی حجمش کم نمیشه. پس درباره کتاب توصیه من اینه که تا جای ممکن کتاب و جزواتون به صورت PDF همراه خودتون بیارین. آره یه سری کتابا هستش که خیلی آدم بهشون علاقه داره، من خودم شخصا ترجیح میدم که هنوز کتابای کاغذی رو بخونم. میگم هنوز که ایران میرم برگشتنیم هر دفعه با خودم دو سه کتاب میارم، چون توی خونه خودم هم کتاب خونه دارم. ولی کتاب حجم زیاد اونم نباید اولویت شما باشه، چون خیلی بار سفر شما رو سنگین میکنه. PDF و فلش. سوال دیگه درباره دارو بود، خیلی درباره دارو سوال کرده بودن. پاسخی که من دارم اینجا بهتون میدم از خود وبسایت گمرک کشور نروژ هست، چون متاسفانه توی گروه های مختلف اینجور باب شده که تازه مهاجرا میرن سوال از افرادی که خب بالاخره سال ها سرم اینجا زندگی میکنن میپرسن. اون افراد هم میگن که من مثلا 10 سال نروژ زندگی میکنم، هر دفعه میرم میام یه عالمه دارو میارم، مشکلی نیست، اصلا ساکتون رو نمیگردن و بیاریم، ما هر دفعه میاریم. شاید به نظر کسی که داره تازه خب سفر میکنه خیلی پیشنهاد خوبی بیاد، خب راحته دیگه اونجا که نمیگردن، ما هر چقدر که بخوایم ببریم میبریم. اما این چیزی که توی وبسایت رسمی اداره گمرک نروژ نوشته اینه که شما به اندازه 3 ماه مصرف شخصی خودتون، چه داروهایی که باید با نسخه باشه، چه داروهایی که میشه بدون نسخه تهیهشون کرد و اجازه دارین که وارد نروژ بکنین، بیشتر از 3 ماه مجاز نیستین. پس بیشتر از این حجم دارو هم شما نباید بیارین. ولی میگم توی گروه های مختلف مردم متاسفانه دارن راهنمایی اشتباه میکنن که بیارین، که خب اون دیگه مسئولیتش با خودتونه. اگر آوردین و ساک شما رو گشتن از شانس بدتون، دیگه اونجا شما نمیتونین به مامور گمرک بگین که مثلا دوست من الان 10 ساله داره میاره. چطور به تو بینادم؟ بالاخره کسایی که قانون رو رعایت نمی‌کنن دیر یا زود گرفتار میشن. حالا یکی تو همون سفر اولش که شاید 20 سالم به روبیوت هیچ مشکلی براش پیش نیاد، ولی تمام افرادی که قانون رو رعایت نمی‌کنن بالاخره یه روزی گرفتار میشن. درباره وسایل بچه، دوستانی که با بچه مسافرت میکنن میدونی که مایعات، حالا به بحث آوردن مایعات داخل کابین هواپیما هم میرسیم، غذاها یا هر چیزی که به شکل مایع یا خمیر باشه داخل کابین آوردن یه سری محدودیت ها یا حتی ممنوعیت ها داره. برای کسی که با بچه سفر میکنن امکان آوردن غذای بچه داخل کابین هست. غذاهای کنسروی یا کوچولی که توی بسته‌بندی های تیوبی هستش، به شرطی که غذاها پلمپ باشه، یعنی باز شده نباشه. اینا رو یعنی چک میکنن که اگر شما غذا رو تازه خریده باشین باز شده نباشه، به اندازه خورد و خوراک بچه در طول سفر، اونم یعنی یه حجم خیلی زیادی نباید باشه، به اندازه که توی سفر حالا مثلا پرواز 5-6 ساعته هست شما میتونین برای بچه‌تون غذا بیارین. و کالسکه‌هایی هستن همونجور که توی تصویر می‌بینین، کالسکه‌هایی هستن که داخل کابین شما می‌یارین، برای اینکه جوری اصلا طراحی شدن که وقتی تا می‌کنین اونقدر کوچیک میشه که تو هم قسمت بار سر مسافرا میشه این کالسکه‌ها رو جا داد. ولی کالسکه‌های معمولی که خب کالسکه‌هایی هستن که خیلی حجمن میرن توی قسمت بار. و حالا میرسیم به شاید مهمترین بخش سفر، بار مجاز داخل کابین. درباره اینها مفصل قراره که براتون صحبت کنم.
قبل از اینکه حالا به بحث بار مجاز برسیم و من براتون توضیح بدم، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که خب میدونید که داخل کابین هواپیما فضایی که بالای سر مسافر هست فضای خیلی خیلی محدودیه، برای همین هم برای بار داخل کابین محدودیت گذاشتن که چه مقدار هر مسافر میتونه بیاره. اندازه کریون یا چمدونی که شما داخل کابین با خودتون میبرین بستگی به ایرلاینتون داره و چون من نمیدونم هر کس با هر ایرلاینی که سفر میکنه از طریق وبسایت همون ایرلاین میتونه بره توی قسمت بار چک بکنه، دقیق اطلاعاتو مینویسن که سایز دقیق کریون داخل کابین چقدر باید باشه، وزنش چقدر باشه و موارد از این دست. اما چیزی که توی همه ایرلاین ها مشترکه اینه که خب فضای داخل کابین محدوده. بارها برای من پیش اومده که سفر کردم یه عده به اصطلاح خودشون آدم های زرنگ که خب فکر میکنن که فقط خودشون حق استفاده از هر چیزی رو دارن، آدم های خودخواه، آدم های منفعت طلب که به حق خودشون راضی نیستن، فقط به فکر اینن که کار خودشون راه بیفته، یه عالمه بار دست خودشون گرفتن و حتما توی فرودگاه شما هم به این موارد خیلی زیاد برخوردین. بعد چون این آدم زرنگی هم هستن همیشه هم میرن اول صف، اتفاقی که میفته اینه که بقیه مسافرهایی که یه دونه چمدون و یه دونه کوله همراهشون هست فضا برای گذاشتن بارشون پیدا نمی‌کنن. خیلی وقتا توی هواپیماها اگر تیم پرواز خوب نباشن، خوب مدیریت نکنن، نگاه نکنن که هر مسافر چقدر بار در دستش داره، این مشکل توی هواپیما پیش میاد که شما سوار میشین می‌بینید که کامل بالای سرتون پره و نمی‌تونید وسایلتون رو بذارید. یعنی این چیپ ترین و بی فرهنگ ترین کاریه که یه مسافر می‌تونه انجام بده، بار بیش از اندازه با خودش ببره. این یه فرهنگ خیلی خیلی زشت و غلطیه که ما فکر میکنیم اون جایی که نظارت نیست، اون جایی که جریمه نیست، اون جایی که کسی به اون کاری نداره با قانونش جدی نیست. یا یعنی که خیلی ها میگن که همه این کار رو میکنن، من رفتم دیدم که توی فرودگاه همه بار اضافه داشتن. همیشه توی همه کشورها، توی همه فرهنگ‌ها آدم بی فرهنگ هست، آدم بی شعور هست، آدم که قانون رعایت نمی‌کنه هست. شما هیچ وقت به دیگران نگاه نکنید، حتی اگر همه مردم هم دارن یه کار اشتباهی میکنن، این مجوزی برای ما نباید بشه که خب همه کردن این کار رو منم میتونم بکنم. اتفاقا خیلی وقتا هم توی خیلی از پروازام خیلی تیم پروازشون با دقت هستن توی این زمینه و وای میستن تک تک چک میکنن همه مسافرها رو. یه فریم مخصوصی دارن که شما کریان داخل کابینتون رو بعد داخل اون فریم بذارین که مشخص بشه داخل اون قاب جا میشه، اندازش بزرگتر از اون نیست. خیلی وقتا شما رو مجبور میکنن که کریانتون رو دقیقا داخل اون فریم قرار بدین که مطمئن بشن سایزش بزرگتر نیست و بار دستیناتون هم نگاه میکنن که اگر بیشتر از اندازه مجاز همراهتون باشه ازتون میگیرن میفرستن توی قسمت بار و اضافه بار و اینا دیگه همه چیزش محصولتش با خودتونه. که اتفاقا یه بارم توی یکی از سفرها برای خود من پیش آمده بود که متاسفانه خیلی رعایت نکرده بودن دم پروازم، خیلی مسافرها رو چک نکرد و خیلی از مسافرها هم بودن که بیشتر از اندازه مجاز آورده بودن. 7-8 تا مسافر آمدن، مسافرهای آخر و یه دونه کوله همراهشون بود، جا نبود که وسایلشون رو بدن. یه زوج جدای ما نشسته بودن، یه خانم آقای سالمندی بودن، من خودم هم کولم گذاشتم زیر پام اتفاقی بر خودم افتاد. که بعد سرمهماندار اتفاقا صدا کردم و گفتم بهش، گفتم که شما موظف بودین که پای پرواز چک میکردین، برای اینکه توی این پرواز خیلی از مسافرها بودن که بیشتر از اندازه‌شون بار آوردن و درباره خودم هم صحبت نکردم، چون اینجور وقته که شما نسبت به یه چیزی معترض هستی وقتی درباره خودت صحبت میکنین میگن خب این آدم فقط فکر خودش بوده. گفتم من کولم کوچیک، مشکلی نیست، جلوی پام گذاشتم، ولی شما صندلی رو به جلوی من نگاه کنی، این زوجی که الان نشستن خب سنشون هم بالاه، براشون راحت نیست توی یه پرواز 3-4 ساعته جلوی پاشون فضای آزاد نداشته باشن که پاشون راحت باشه. یه سر مهماندار عذرخواهی کرد و کولای اون زوج رو گرفت برد یه جایی جا داد.
یعنی کوله پشتی من همچنان سر جای خودش بود، مشکل من سر جای خودش بود، من مشکل رو مطرح کردم به خاطر خودم مطرح نکردم، به خاطر دیگران مطرح کردم. اون افرادی هم که رعایت نکرده بودن، آدم های زرنگ، تا آخر پرواز به من چپ چپ نگاه کردن، ولی اصلا بر من مهم نیست. وقتی کسی کار اشتباهی میکنه، همیشه هم توی لایو های اینستاگرامی بهتون گفتم حتما اون کار اشتباه رو گزارش بکنید. این موارد واقعا ساده و روشن، همه باید رعایت بکنن. اگه رعایت نکنن و معمولی ببینه، و خیلیشون واقعا بد برخورد میکنن، یعنی اگر شما چیزی رو رعایت نکردین بعدا باهاتون بد برخورد شد، دیگه گلایه نکنین، دلخور نشین، چرا با من اینجوری صحبت کرد، حتما چون من خارجی بودم اینجوری با من برخورد کردن. خیلی وقتا رفتار خودمون باعث میشه که اون احترامی که لازم هست رو نگیریم. احترام هر کسی خیلی جاها دست خودشه. داخل کابین هم یه دونه کریان، یه دونه از همین چمدون کوچیکی که سایزش استاندارد کابین باشه میتونیم ببریم، و یه کیف دستی یا کوله پشتی، و سایز و وزنش هم بستگی به ایرلاین و بستگی به بلیت شما داره. بلیت های اکونومی خب معمولا کم وزن‌ترین و کوچکترین بار شما میتونیم ببریم، و بلیت های فرست کلاس و بیزنس کلاس امتیاز بیشتر دارن و بار بیشتری هم میتونن ببرن. یه توصیه دوستانه هم که میتونم بهتون بکنم اینه که به اینجور آدم های زرنگ کمک هم نکنیم، برای اینکه توی فرودگاه هم خیلی پیش میاد وقتی که پای پرواز کسایی که مسافرهایی که وسیله زیاد دارن و بهشون گیر میدن و میخوان با وسایلشون ازشون بگیرن، اینجور افراد زرنگ میرن سراغ مسافرهایی که بار کم دارن، یعنی کمتر از اون باری که حتی باید همراهشون باشه. خب میدونین که این آدم ها خیلی هم خوب بلدن که صحبت کنن، زبون بریزن، ترحم دیگران رو جلب کنن، و شروع میکنن: آره عزیزم، من بعد 25 سال دارم میرم دخترم رو ببینم، دخترم تازه زایمان کرده، ویار گوجه سبز گرفته، ویار سیرابی گرفته، دیگه بار خیلی زیاد داشتم، این ننه دست درد نکنه، این بار رو میتونی بر من بیاری، خدا خیرت بده. خلاصه توصیه که میکنم اینه که به هیچ وجه بار آدم غریبه رو قبول نکنین، خصوصا آدمی که به حق خودش قانع نیست. یعنی یکی از زشت‌ترین خصوصیات اخلاقی هر آدم همین ضایع کردن حق دیگرانه. کسی که حق دیگران رو ضایع میکنه اصلا نباید بهش کمک بشه. همه ما برای کاری که میکنیم دلیل داریم. منم خیلی چیزا هست توی ایران دارم، دوستان با خودم بیارم، باید هزینه کنم یا پست کنم، یا وقتی دارم با خودم میام بار اضافه برای اضافه بار بدم و با خودم بیارم. این مشکل دیگران نیست که من از حق دیگران سوء استفاده بکنم، حق دیگران رو ضایع بکنم، برای چی من میخوام مثلا دوتا کتاب اضافه بیارم. پس خیلی راحت نبگیم به اینجور آدم، و برای من دو سه بار پیش آمده، خیلی راحت بکنم نشرمنده، من این کار رو نمی کنم، که حالا بعد همین آدم های خوش سر و زبون و مهربون که الهی قربونت برم، الهی خیلی ببینینا، شروع میکنم میرم پیش یه مسافر دیگه میشنم: آره طرف چقدر عقده‌ای بود، مردم چقدر بیرحم شدن، مردم چقدر ار شدن. نگفتن رو به افرادی که کار اشتباه میکنن یاد بگیرین، تمرین کنین، و برای اینکه اینجور افراد شما رو تایید بکنن، دوستتون داشته باشن، قربون صدقتون برن، اجازه ندین که ازتون سوء استفاده بکنن. این آدم ها، خصوصیت آدم هایی که حق دیگر رو ضایع میکنن، همین برای رسیدن به خواسته خودشون، برای اینکه کار خودشون پیش بره، هر کاری انجام میدن، از همین زبون ریختن و خواهش و تمنا گرفته تا تقلب و جلوی صف رفتن و قایم کردن وسایلشون و هر کاری که شما فکر بکنین. این هم یه نکته بود که توی سفر خیلی باید بهش توجه بکنید، آوردن بار آدم غریبه، چون شما نمیدونین اون بار چیه، مخصوصا آدمی که خیلی راحت یه قانون ساده رو رعایت نمی کنه، که شما یه کریان یه کوله پشتی و با خودت بیاری داخل کابین.
اینو رعایت نمیکنه، کلی بار به خودش میاره. احتمالش هست که توی اون بارش هم خیلی چیزایی باشه که نباید باشه، و وقتی شما اون بار رو قبول میکنید مسئولیتش هم با شماست. حالا تو شما بیای ثابت بکنی که این بار واسه من نبوده، من خبر نداشتم تو این بار چی بوده، کلی گرفتار هستیم. این هم چیزای تجربیاتی که آدم توی سفر و توی فرودگاه‌های مختلف و با دیدن مسافرها از فرهنگ‌ها و با سطح شعور متفاوت یاد می‌گیره. گفتم که حتما باهاتون در میون بذارم که خدای نکرده به درد سر نیفتید. و حالا نکته دیگه که درباره بار داخل کابین هست، بردن مایعاته. شما برای باری که داخل قسمت بار هواپیما میفرستین هیچ ممنوعیتی برای وسایل مایع یا خمیری یا روغنی، هر چیزی که حالت جامد نداره، ندارین. خیلی راحت میتونین هر حجمی که بخواین بفرستین. حالا اون دیگه بازم من توصیه نمی کنم، ولی چون میگم. اما برای داخل کابین وسایلی مثل این توی همه فرودگاه ها میفروشن. من یکیش رو براتون باز میکنم که بهتون نشون بدم. شما مثلا اگه میخواین شامپو با خودتون ببرین، باید توی یه چنین حجمی باشه. شما ممکنه الان مثلا یه ظرف شامپوی خیلی خیلی بزرگ داشته باشین، بیشترش رو استفاده کرده باشین، یه حجم انقدری ازش مونده باشه. بعد همون بطری رو بردارید و خودتون ببرید داخل کابین. اونجا مأمور گمرک دیگه به اون حجم داخل بطری بزرگ نگاه نمی‌کنه. ترازو که نداره بخواد بیاد وزن کنه ببینه که وزنش چقدره. اون نوشته روی بطری رو می‌خونه، میگه که این شامپویی که شما آوردین حجمش بیشتر از بار داخل کابینه و بهتون اجازه نمیده. یعنی خیلی ها هستن که بار داخل کابینشون بارها اسکن میشه فقط به خاطر اینکه این موارد رو رعایت نمیکنن. اینو جوری بسته‌بندی کنید که جز آخرین وسایلتون روی چمدون باشه که رسیدین که قرار شد اسکن بکنن، بتونین اینو از داخل چمدونتون در بیارین. چون بعضی جاها ازتون میخوان که اینو در بیارین توی یه سبد جدا بذارین روی قسمت ری و از اسکن رد بشه، که اگر چنین درخواستی ازتون کردن شما دوباره مجبور نباشین کل چمدون رو به هم بریزین که برسین مثلا به قسمت مایعات. تمام وسایل مایعتون رو یه جا با هم داشته باشین و ترجیحاً روی چمدون. الان اینا تمام وسایلیه که استاندارد داخل کابین هواپیماست. مثلا شامپو، این خمیر دندون. شما خمیر دندون معمولی، سایز معمولی رو نمیتونید ببرید، مثلا خمیر دندون استاندارد داخل کابینه. هر چیزی بزرگتر از حجم این بطری هایی باشه که من بهتون نشون دادم ایراد میگیرم و وقت خودتون گرفته میشه. هی بعد وسایل رو باز بکنید، تک تک اینا رو در بیارین. شما به اندازه یه لیتر مجاز هستین که داخل کابین مایعات ببریم. مایعات هم فقط مایع نیست، یعنی خمیر دندون هم که حالت خمیری داره جز مایعات حساب میشه. حالا این یه لیتر رو نمیتونی بگی من هیچ مایعاتی همراه هم نیست، مثلا یه نوشابه خانواده یه لیتری با خودم میبرم. اون یه لیتر، هر کدوم از اون یه لیتر ها بعد مثلا حد اکثر 200 یا 250 میلی، اینو دقیق یادم نیست، توی وبسایت نگاه میکنم براتون میذارم، بیشتر از اون حجم نباید باشه، مجموعش یک لیتره. حالا میرسیم به مقدار مجاز ارز. خب ایرانی ها مجبور هستن که پول نفت همراه خودشون ببرن. از فرودگاه تهران که حالا من اطلاع ندارم، شما اگر مهاجر باشید میتونی بری نامه بگیری که بیشتر از اون ارزی که به طور معمول مسافر از ایران میتونن خارج کنن یا نه، اینو دیگه قانون ایران رو من نمیدونم. من درباره نروژ دارم صحبت میکنم. هر مسافر میتونه 25,000 کرون نفت وارد یا خارج بکنه از نروژ. اگر بیشتر از این مبلغ باشه همراه مسافر، چه ورودی چه خروجی، شما باید فرم پر کنید. توی فرم هم حتما مبلغ دقیق رو بنویسین. اگه مبلغ دقیق رو نمیدونین، تقریبی که می‌نویسین یکم بیشتر بنویسین بهتر از اینه که کمتر بنویسین. پیش اومده کسایی اومدن مبلغ رو کمتر نوشتن، بعدا هم مأمور پولشون رو شمرده گفته خب یکی الان گفتی
پولی که الان داری خیلی بیشتر از اون چیزیه که تو این فرم نوشتی و جریمهشون کرده، ولی بیشتر به نصیب موردی نداره و کسی هم بهتون کار نداره. یعنی شما بابت این فرمی که پر میکنی هیچ پولی ازتون نمیگیرن، هیچ مالیاتی ازش کسر نمیشه. پس تنبلی نکنید توی پر کردن این فرم. من نمیدونم چرا خیلی از مسافرا با پر کردن این فرم مشکل دارن. اگر پول نقد شما رو بیشتر از 25,000 کرون باشه و شما اون فرم رو پر نکرده باشین بگیرن، کل مبلغی که همراهتون هست 20% از روش برمیدارن به عنوان جریمه. پس این ریسک بی دلیل و الکی رو نکنید. میگم هیچ هزینه پر کردن این فرم برای شما نداره، حتما این فرم رو پر بکنید. و یه توصیه دوستانم که میتونم بکنم، برای که توی این ماهای اخیر چاپنش رو از دوستان اومدن نروژ و اکثرشون هم خرید ارز گذاشته بودن برای روزهای آخر، که خب منتظر بودن که یه اتفاقای سیاسی توی ایران بیفته و ارزون تر بشه. چیز انتظاراتی که ما معمولا داریم که یه اتفاقی بیفته، رئیس جمهور تو هر کشور که عوض میشه، ما فکر میکنیم خب حالا مثلا ارزی یه هفته دو هفته ممکنه افت بکنه، من تو همون یه هفته خریدم و انجام میدم. اتفاقی که معمولا که نه، تقریبا میتونم بگم هیچ وقت توی ایران نیفتاده که ارز سقوط خیلی وحشتناکی داشته باشه که شما بتونید خریدی بکنید که خیلی به نفعتون باشه. پس از زمانی که تصمیم با مهاجرت گرفتین، چون وقتی تصمیم با مهاجرت میگیرین 2 سال 3 سال بعضی ها حتی 4 سال طول میکشه کار مهاجرتشون انجام بدن، چون خیلی میخوان لیسانس بگیرن بعد از لیسانسشون بیان. از همون زمان تصمیم مهاجرت هر دفعه که پول یه مقدار دستتون میاد، شروع کنید به ارز خریدن. خورد پسنداز بکنین، ارز پسنداز بکنین برای سفرتون، که دیگه موقع اومدنتون استرس خرید یه مبلغ خیلی زیاد رو نداشته باشین که آیا توی بازار پیدا بشه، آیا قیمت مناسب پیدا بشه. ارز هیچ وقت خریدش از نظر من ضرر نداره. درباره مایعات هم که صحبت کردیم، مایعات داخل کابین، درباره مایعاتی هم که داخل بار میفرستیم، خب من دیدم که خیلی ها سبزی سرخ کرده. سبزی سرخ کردم که میبینیم حجم زیادی روغن داره. سفر اولم خودم یادم که مامانم خیلی اصرار کرد که سبزی قرمه سبزی با خودم بیارم. بعد با وجودی که کلی هم لایه روزنامه و چند لایه پلاستیک پیچیده بودیم، روغن این پس داد، کلی از لباسای من رو داغون کرد. من پیشنهاد میکنم سبزی خشک بیارین اگه میخوام بیارین. سبزی کنسروی که اینجا برای همه آش و نمیدونم قرمه سبزی و اینجور چیزا هست تو شهر اسلو، حداقل را شهر کوچیکو من اطلاع ندارم، ولی اگر حالا اصرار دارین که با خودتون بیارین، به نظر من سبزی خشک بیارین، برای که سبزی خشک هم سبکتره، هم دیگه ریسک روغن ریزی و پس دادن روغن نداره. و یه مورد دیگه اینه که توی فرودگاه ها، توی خیلی از فرودگاه ها الان برای مواد مخدر و مواد منفجره تست میگیرن. یه تسترهایی هست مثل تسترهای اتروسکولان که تو خیابون بهمون میدن، یه نوار کاغذی دارن و از شما اجازه هم میگیرن خیلی محترمونه که آیا من میتونم مثلا تست کنم روی چمدونتون، و این نوار رو فقط روی وسایل شما میکشه و داخل یه دستگاهی میذاره و اون دستگاه یه شاخصایی نشون میده که الان مشخصه که توی این چمدون‌ها یه مواد منفجره بوده یا نبوده و کار تموم میشه. من خودم توی فرودگاه کار نکردم، پس واقعا نمیدونم بر چه اساسی یه مسافر رو تشخیص میدن که باید بارش رو تست بکنن که آیا مواد منفجره داره یا هیچ چیزی. پس نظری در این مورد نمیتونم بدم. اما چیزی که توی تجربیات خودم دیدم که مثلا وقتی خودم با اریک سفر میکنم، بار منو خیلی وقتا تست مواد منفجر گرفتن، ولی تا به حال پیش نیومده برای اریک رو بگیرم. حالا من نمیام به این نتیجه برسم که خب من چون ایرانی بودم منو تروریست فرض کرده، بار منو دیده، بار مثلا همراه من که اروپایی هست رو چک نکرد. حالا اگه یعنی به فرضم اینطور باشه، شما میخوای شکایت کنی به گمرکی، بگی بهش بگی که تو بار منو داری تست میکنی برای اینکه من از ایران میام. اول اینکه اون به خاطر مسائل نژادی احتمالاً نژادپرستی احتمالاً کتمان میکنه، میگه نه اینجوری نیست، من همه بارا رو میگردم، یا
رندوم این کارو میکنیم، یه دلیلی میاریش و اعتراف که نمیکنه آره چون تو از ایران اومدی. بعدم حالا به فرضم بگی که آره ما مثلا بهمون ابلاغ شده مسافری که نمیدونم از پاکستان میاد، از ایران میاد، از هر جای دیگه داره میاد، اینا رو به چشم مظنون نگاه بکنیم، برشون رو تست بگیریم. خب مثلا فرض بکنیم چنین چیزی هم به شما بگیم، میخوای چی کار بکنی؟ حالا وایس اونجا با مامور دعوا بکنی یا بری جای شکایت بکنی که بر علیه من تبعیض شد؟ وقتی آدم ریگی به کفشش نیست نیازی نداره جبهه بگیره. اینو میگم برای دوستانی گفتم که حساس هستن، ممکنه سفر اولشون باشه به خارج از کشورشون، برخوردای نایده باشن، بعد به خودشون بگیرم. من تصمیم گرفتم خودم بعد از مهاجرتم نسبت به این مسائل حساسیت نداشته باشم، عصبانی نشم، برای اینکه اگه عصبانی هم بخوام بشم عصبانیت هم باید نسبت به افراد و جای دیگه ای باشه، کسایی که باعث شدن ایران و ایرانی اعتبارش توی کشورهای دیگه اینجوری باشه، ما به چشم جالبی به همون بعضی از مردم نگاه نکنن. اگر شما شاکی هم هستیم، به نظر من شاکی بودن و عصبانیتتون به اون مأمور گمرک خیلی ربطی نداره، فکر کنم یه مقدار باید منطقی تر نگاه بکنیم. میبینیم که اخبار رو دنبال بکنیم، اتفاقایی که میفته، چیز مسائل سیاسی که پیش میره، اگه این مقدار منطقی باشیم قبول میکنیم که دلیل این برخوردها چی هست. این هم از ویدئویی که خیلی سوال کرده بودین دربارش، امیدوارم که تمام سوالاتون جواب داده باشم. اگه احیانا بازم سوالی مونده حتما زیر همین ویدئو برام کامنت بذارین. تمام این مواردی که من بهتون گفتم مواردی بود که از گمرک نروژ براتون چک کرده بودم. بازم تاکید میکنم از تجربیات شخصی افراد به عنوان یه منبع موثق برای انجام پروسه‌های کارتون استفاده نکنین، برای اینکه میگم خیلی از آدم‌ها خیلی پایبند قانون نیستن، بیشتر هر کاری که خودشون دوست دارن میکنن و همون کارم به دیگران توصیه میکنن. برای همه دوستان عزیزم سفر خیلی خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که توی مقصد هم به همه آرزو و اهدافتون برسین. پیشا پیش زندگی جدید توی کشور جدید رو بهتون تبریک میگم. سفر به سلامت.